با سلام های بسیار گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه سازمانده رو خدمتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و آماده دیدن این برنامه باشید. برنامه سازمانده رو میشناسید. متشکرم که بیننده اون هستید، متشکرم که سال نظر میکنید، سوالاتتون رو طرح میکنید. در این برنامه در ادامه بحثایی که در رابطه با سازماندهی در حزب کمونیست کارگری ایران داشتیم با همه تهوای صحبت میکنیم، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. در برنامه قبلی که با ایشون داشتیم در مورد مبانی پایه‌ای‌تری از این مسئله صحبت کردیم و تو این برنامه مقدار مشخص‌تر به ویژه در مورد عضویت در حزب صحبت میکنیم. دلیلش هم اینه که خب خیلی از شما عزیزان تماس میگیرید، میخواید عضو این حزب باشید، سوالتون هستش و از این نظر مهمه که این مقدار بیشتر روش بحث و گفتگو داشته باشیم. و همینجا تشکر میکنم از شما که زنگ زدید در این مدت، تماس گرفتید، خواهان عضویت شدید. بعد از صحبت همین تقوی یکی دو نکته هست که حتما اینجا اگه فرصت شد خاطر نشان میشم. خب بیشتر از این امیر تقوایی رو رو خط تلفن و تصویریشون رو داریم، البته معطل نگه نمیداریم. سلام میکنم امیر تقوایی، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم، سلام به شما و به بینندگان. امیر تقوایی، در برنامه‌ای که قبلا داشتیم در رابطه با سازماندهی حزب، فکر کنم دو هفته قبل بود، روی سری مسائل پایه‌ای‌تر صحبت کردیم. تو این برنامه مشخصا همونطور که اعلام کردم میخواییم در مورد عضویت در حزب صحبت کنیم. اولین سوال اینه که عضو حزب چه کسی هستش و شرایط عضویت در این حزب چی هستش؟ شما اینو چطور توضیح میده رو به جامعه به عنوان اینکه به هر حال همیشه فراخوان ما اینه به این حزب بپیوندید؟ این فراخوان چه جایگاهی داره؟ عضو حزب چی هست و چه شرایط عضویت تو این حزب داره؟ نکات مهمی که میخوام از زبان شما بشنوم، بفرمایید. حزب ما حزبی است که یک برنامه معینی داره برای جامعه به اسم برنامه دنیای بهتر. طبعا عضو حزب کسی است که با این برنامه به اصطلاح اون برنامه رو برنامه خودش میدونه، با اون موافقه و میخواد اون برنامه پیاده بشه و البته تمایل داره که در جهت اون برنامه دست به فعالیتی بزنه. ببینید حزب یک سازمان صرفا هم نظران و هم عقیده ها حول برنامه یا حول هر سیاست و خطی نیست، بلکه قبل از اون حزب عمل تشکلی هست برای سازماندهی و متحد کردن در پیشبرد یک مبارزه معینی، ممکن مبارزه‌ای که اهدافشو و مضمونشو برنامه یک دنیای بهتر و همطور سیاست‌های دیگه حزب تعیین می‌کنه. اگر از اینجا شروع کنیم، وقت معلوم میشه که عضو حزب عضوی است که میخواد دست به یک عمل معینی بزنه، یک مبارزه عملی رو پیش ببره در جهت تحقق اون اهداف و سیاست هایی که در برنامه حزب تعیین شده. به نظر این حق عضویت، این به اصطلاح تعریف خیلی ساده عضویت. طبعا عضو حق عضویت میپردازه و در یکی از به اصطلاح عرصه های مختلف فعالیت حزبی فعال میشه. من همیشه توصیه‌ام به شما کسانی که برنامه زنده تلویزیونی رو دارید و معمولا با این سوال روبرو میشوید که چه باید کرد از طرف مردم، از طرف مردمی که واقعا از جمهوری اسلامی دیگه تحمل این شرایط رو ندارن و میخوان جمهوری اسلامی رو کنار بزنن و جامعه رو آزاد کنن، به رفاه و آزادی و برابری برسن. اینها معمولا این سوال رو مطرح میکنن که چه باید کرد. من همیشه توصیه‌ام این است که سوال جواب خیلی سرراست و روشنی در این سوال به اسم کمونیست کارگری بپیوندید، به این معنی که با پیوستن به حزب هست که میشه واقعا به سوال چه باید کرد جواب داد، به خاطر اینکه چه باید کرد یا اینکه چطور باید به آزادی رسید، به رهایی رسید، به رفاه رسید، سوالی است که یک جواب جمعی داره. با اتحاد، با متحد شدن، متشکل شدن و مثل جزئی از یک تیم بزرگتر، از یک گروه سراسریتر در ایران و در خارج کشور فعالیت کردن، به این صورت میشه به سوال چه باید کرد جواب داد. چه باید کرد؟ مثل بازی‌های ورزشی جواب فردی نداره. یک نفر نمیتونه فرض کنه که بگه من
چطور میتونم این بازی فوتبال رو ببرم؟ خب باید عضوی از یک تیم باشید قبل از اون. به این معنا اولین سطح به اصطلاح جواب ما به چوار کرد اینه که به حزب بپیوندید. من توی گفتم عضو حزب کسی است که میخواد دست به فعالیت معینی بزنه در جهت تحقق برنامه یک دنیای بهتر. دوستانی هستن، خب میبینید به ویژه تلویزیون ما، تلویزیونی که خیلی بیننده بسیاری داره، خیلی پایین برنامه میشینن. خود برنامه مستقیم تلویزیون کاملا نشون میده جاهای مختلف احسان نقاط تماس میگیرن، خیلی وقتا زنگ میزنن میگن میخوایم با شما همکاری کنیم، میخوایم عضو این حزب باشیم. خب شما در پاسخ به این کسان، در پاسخ به این عزیزان چه صحبتی دارید، چه پیامی دارید، چه خطابی دارید بهتون، چه انتظاری دارید، تو این زمینه چه گفته دارید؟ برید کسی که مایله و تمایل خودش رو برای عضویت در حزب اعلام میکنه، در اولین قدم باید یک ارتباط منظم و مستقیمی رو با حزب برقرار کنه، با مسئولین حزب، با کمیته سازمانده، بالاخره با اون ارگانهای حزب که وظیفه‌شون این هست، باید یک ارتباط منظمی رو برقرار کنه از طریق مدیاهای اجتماعی، از هزاران طریق ممکن. همیشه ما در تلویزیون شماره تلفن‌های تماس رو اعلام می‌کنیم، منتها برای کسی که عضو میشه فقط به صورت زنگ زدن به این شماره ها کافی نیست، اینا برای شروع ارتباط است. اون ارتباط رو باید یک به شیوه‌های مختلفی برقرار کرد و منظما نگه داشت. این اولین نکته است. دومین نکته این هست که اون وظایف فوری در دستور اون فرد قرار میگیره یا فعالیت‌های مختلفی، چون فرض ما بر اینه که افراد و فعالی در عرصه‌های مختلف به حزب رو میارن به خاطر اینکه میخوان مبارزه معینی رو پیش ببرن یا میخوان فعال بشن در عرصه معینی، فعال بشن، همونطوری گفتم نیروی جمعی رو به کار بندازن به عنوان یک جزئی از یک تیم بزرگتر، از یک گروه مبارزاتی فعالیت کنن که بتونه فعالیتشون مثمر ثمر باشه و به نتیجه برسه. به این معنی اولین وظیفه این افراد این هست که به کسانی مثل خودشون رو در روابط اجتماعی و پیرامون خودشون به حزب جذب کنن و فعال کنن. به این معنا تبدیل شدن به یک جمع حزبی یکی از اولین وظایف هر فردی هست که با حزب تماس میگیره. حالا این جمع میتونه جمع همکاران باشه، جمع همکلاسی ها مثلا در دانشگاه باشه، جمع همکاران در کارخانه یا در اداره یا در هر مؤسسه‌ای کار میکنیم باشه، جمعی از هم محلی ها و همسایه ها باشه. در حال در سطوح مختلفی هر فرد روشنه که ارتباطات اجتماعی داره با همکارانش، با هم محلی هاش، با همشهری هاش، با افراد فامیلش، حتی با همکلاسی هاش، و در این ارتباطات باید بتونه افرادی رو فعال کنه، مثل خودش به حزب جذب کنه، به حزب پیونده. و بعد از یک مدتی ما شاهد این باشیم که حول هر فردی که به حزب پیوسته یک جمعی شکل گرفته و حالا هم به عنوان فرد هم به عنوان این جمع یک وظایف معینی در دستور کار این افراد قرار میگیره و در که اساسا به اصطلاح نوعی فعالیت اجتماعی هست در عرصه‌های مختلف. ما شاهد این هستیم که جامعه در ایران به خصوص یک حالت سکون و انجماد نداره، بلکه معترضه. در عرصه‌های مختلفی می‌بینید مردم دست به اعتراض می‌زنن. در جنبش کارگری می‌بینید اعتراضات وسیع همین امروز جاریه. جوانان مبارزه‌های وسیعی دارن برای خلاصی فرهنگی و برای رسیدن به یک زندگی شاد مدرن امروزی. زنان مبارزه وسیعی دارن علیه حجاب و علیه آپارتاید جنسی که این مبارزه انقدر قویه و انقدر وسیع شده که حتی خود مقامات حکومتی هر از چندگاه دارن آه و ناله و شکایت و شکوه‌زاری میکنن از اینکه دیگه زنان حجاب رو نمیپذیرن، بی‌حجابی. خودشون اعلام کردن که مبارزه علیه حجاب به اصطلاح مبارزه علیه بی‌حجابی به اصطلاح به شکست کشیده شده و باید فکری به حالش کرد و غیره. خب میگم در هم و... یا حتی سر مسائل محیط زیست مربوط به آلودگی محیط زیست که می‌بینیم یک مسئله خیلی مهم و مبرمی هست در جامعه ایران، در اجزا و عرصه‌های مختلفی می‌بینیم این مبارزه در ایران جاری هست. و بنابراین وقتی حالا به مسئله حزب و عضویت در حزب برمیگردیم، انتظار ما، تلاش ما این است که کسانی که به حزب می‌پیوندند در این عرصه‌ها
فعال بشن. امروز مدیاهای اجتماعی این رو بسیار تسهیل کرده و امکان پذیر کرده که هر فردی بتونه در این جهت قدم برداره. ولی اینها قدم‌های بعدی شاید در اولین گام به نظر من برقراری ارتباط مستقیم با حزب و بعد تشکیل یک جمعی، تبدیل شدن، ارتقا پیدا کردن از فرد به یک جمع حزبی جز اولین وظایفیه که ما در انتظار داریم هر فردی که به حزب پیونده در دستور کار خودش بگذاره و به پیش ببره. سوال دیگه اینه که یه عضو حزب چطور نقش خودش رو توی حزب، تو فعالیت‌های حزب، توی سیاست‌گذاری‌های حزب، تو سوخت و ساز سیاسی حزب میتونه ببینه و اساساً چه نقشی داره توی حزب و عضویتش تو این حزب چه تغییر مشخصی تو شرایط زندگیش، تو مبارزش ایجاد میکنه؟ اینا سوالایی که خیلی وقتا تر میشه و از ما میپرسن. جواب شما به این سوالات چی هست؟ خب این نکته سوالی که مطرح کردید دو بخش داره. یکی اینکه تاثیر اون فرد یا اون عضو جدید در خود حزب، سوخت و ساز حزبی، مناسبات حزبی هست. یکی برعکس، تاثیر عضویتش در حزب در فعالیت مبارزاتی اجتماعی خودش هست. این دومی رو من در حدی در بالا در سوال قبلی جواب دادم و نکاتی هم اگه لازم بود میشه در ادامه بس اون اضافه کرد. ولی تا اونجایی که مسئله اول یعنی تاثیر فرد در مناسبات حزبی برمیگرده، من فکر می‌کنم در دو سطح این رو میشه بررسی کرد. یکی تشکیلات علنی حزب است که خب طبعا در مورد افرادی که از داخل اینا نظمی پیوندن این صادق نیست، ولی در حال تشکیلات علنی در خارج کشور در سمینارها، کنفرانس‌ها، پلنوم‌ها، کنگره‌ها و غیره شرکت می‌کنه و امکان دخالت فعال‌تری داره. حتی در کمیته‌های شهری، در پاتوخ‌ها، جمع‌های شهری اعضا کادر حزب جمع میشن و به این ترتیب در سوخت و ساز و مکانیزم‌های درون حزبی دخالت می‌کنن. در مورد اعضا در داخل ایران این محدودتره، ولی در هر حال این یک مکانیزم امکان پذیری هست، به خصوص از طریق مدیاهای اجتماعی امکان دارن اعضای حزب، کادرهای حزب در سوخت و ساز حزبی شرکت کنن. الان صفحات فیسبوکی حزب هست که کادرهای حزب هر جای دنیا باشن میتونن تو اون بیان نظر بدن. صفحات مختلفی از همین کمیته سازمانده صفحه خودشو داره، یا تلویزیون همینطور، یا ارگان‌ها و کمیته‌های مختلف حزبی از این طریق میتونن شرکت کنن. وقتی که بحث‌های فرض کنگره‌ای تشکیل میشه، ما بحث‌های کنگره برای کادرهای حزب در داخل میفرستیم، اونها میتونن دخیل باشن. اینها مکانیزم‌های دخالت افراد در سوخت و ساز حزبی هست. به اضافه اینکه هر فردی که عضو حزب میشه بالاخره با یک کادر حزب از کمیته سازمانده یا کمیته کردستان یا کمیته‌های مختلف حزبی که امرشون سازماندهی در داخل کشور هست ارتباط داره، تماس منظم و مداومی داره. از طریق این تماس میتونه خیلی از بحثاشو مطرح کنه، نقطه نظرشو بگه و یا به صورت کتبی یا شفاهی و به این ترتیب در سیاست‌گذاری‌های حزب اون کمیته معین یا حتی فراتر از اون کمیته تأثیر بذاره. مثلا فرض که در مورد همین کار تلویزیون کانال جدید، بسیاری از اعضا و کادرهای حزب از داخل کشور که تلویزیون رو می‌بینن نظر میدن، نظرات اصلاحی دارن، نظرات انتقادی دارن یا نظرات تشویقی دارن، این رو به طرق مختلف میتونن در اختیار به دست ما برسونن، به کمیته تلویزیون بگن، به کمیته سازمانده یا بالاخره به اون فردی که مسئول ارتباطاتشون با حزب است در میون بگذارن و این نظرات طبعا در حزب منعکس میشه. و این را بگم یک جنبه مهم کار ماست که حزب به اصطلاح با اتکا، با اطلاع مطلع شدن از نظرات اعضا و کادرش خصوص در داخل کشور میتونه فعالیتاشو بهبود بده، ارتقا بده و تقویت کنه. به این معنا نقش مهمی دارن اعضا و کادرهایی که از داخل کشور به حزب میپیوندن. در مورد بخش دومی که گفتید، یعنی تأثیر حزب و فعالیت اون افراد، من به نکاتی اشاره کردم، اینجا این رو هم اضافه میکنم که یک جنبه مهم این تأثیرگذاری سیاسی بر مضمون و جهتگیری و محتوای فعالیت افراد از نظر فنی و تکنیکی، اینکه چطور میشه مثلا فرض کنید از طریق مدیاهای اجتماعی فعال شد، چطور میشه با بخش وسیع از جامعه ارتباط برقرار کرد و غیره، اینا نکاتیه که
بسیاری از فعالینی که به اسم میپیوندن یا فلحال در این جهت ها فعال بودن میدونن یا اگه نبودن به راحتی میتونن آموزش ببینن و در این جهت فعال بشن. ولی اون جنبه مهمتره شاید تأثیر حزب و فعالیت افراد و اعضای تازه این در مضمون و محتوا و سیاست هایی هست که در فعالیتشون جاری میشه. فرض که در جنبش رهایی زن، در جنبش علیه آپارتاید جنسی، در جنبش کارگری و مبارزات کارگری ببیشه و همچنین در عرصه‌های مختلفی در مورد علیه اعدام فرض کنید که زمان خیلی فعال هست. بالاخره حزب شعارها، خواستها، سیاستهای مشخصی داره که اینها از طریق اعضا و کادرهایی که به حزب میپیوندن در داخل کشور به پیش برده میشه و بنابراین شاید بشه گفت که مهمترین تاثیرگذاری، مهمترین تاثیر حزب بر فعالیت اعضای تازه محتوا و مضمون فعالیت ما است. ببینید خیلی از کسانی که عضو این حزب میشن خب تاریخ این حزب رو نمیدونن، مبانی فکریش آشنا نیستن، جنبه مسئله فقط جنبه بحث ایدئولوژی که مسئله نیست، مسئله افق و چشم‌اندازی که مقابل خودت میذاره، به این حزب مقابل جامعه میذاره و اینکه بتونن آشناتر بشن این حزب کجا میره، چه مسیر رو مقابل جامعه میذاره، راه رهایی رو چی میدونه. تو این زمینه توصیه شما چیه؟ بفیش جوونا، بسیاری جوونا نمیدونن، بسیاری از جوونا و حتی اطلاعات کمتری از مبانی پایه کمونیسم چیه، کمونیسم چه دیدگاهی هست، چه چشم‌اندازی رو مقابل جامعه میده، سوسیالیسم چیه، این سوالات پایه‌ای که خیلی وقتا مطرح میشه. در این زمینه شما چه توصیه میکنید و جایگاه این مسئله رو چی میبینید؟ خب این مسئله بیشتر وظایفی رو در برابر ما حزب قرار میده. ببینید ما اینجا سر پیوستن به او حزب و اعضای تازه صحبت میکنیم، ولی خب این تازه قدم اوله. این اعضا باید به اصطلاح آموزش ببینن، از لحاظ نظری، فکری، سیاسی دیدشون تعمیق بشه، رادیکالیزه تر بشه، وسیع‌تر و همه جانبه تر بشه، همونطور که شما میگید با افق و سیاست و جهتگیری و استراتژی عمومی حزب آشنا بشن و این از یک سو، از یک سوی دیگه با تاریخ حزب آشنا بشن و فراز و فرودهایی که حزب داشته و چطور حزب کمونیست کارگری به موقعیت امروز رسیده با اینها آشنا بشن، با اسناد پایه‌ای، بحث‌های پایه‌ای حزب آشنا بشن. خب ما این اسناد، این بحث‌ها، این نظرات همه در اینترنت قابل دسترسیه، نه فقط برای اعضا و اعضای حزب و کادر حزب، برای هر کسی که علاقه‌مند باشه قابل دسترسیه، از سایت منصور حکمت بگید تا سایت اسناد حزبی، تمام مصوبات فلسفه کنگره ها، پلنوم ها الان قابل دسترسی روی اینترنت، تمام بحث های پایه حزب، اسناد پایه حزب، مقالات اصلی در آرشیو مثلا فلسفه نشی انترنشنال قابل دسترسیه و همچنین در آرشیو کمیته های حزبی، کمیته خارج کشور، کمیته کردستان، کمیته سازمانده و غیره و غیره، اینها همه در دسترس هست. ولی این کافی نیست. حزب ما باید و تا حد این کار رو داره ولی ضعیف از این نظر، این رو باید بگم، باید تقویت کنیم و باید بیشتر در این جهت پیش بریم. حزب باید بتونه اسناد روشنی برای افراد تازه، اعضای تازه داشته باشه، علاوه بر این اسناد پایه‌ای که در دست کل جامعه است، مثلا یک جزوه فشرده ای از تاریخچه حزب، یک معرفی به زبان ساده و فشرده ای باز از سیاست‌های پایه‌ای حزب، از جهت‌گیری‌های حزب، از نظر به اصطلاح در تا اونجایی که به وظایف اعضا مربوط میشه باید سند روشنی رو ما داشته باشیم برای اینکه در اختیار هر عضوی بذاریم که خیلی روشن و خیلی مشخص و به اصطلاح ملموس توضیح بده که انتظارات حزب از یک عضو تازه چیه و حزب چه و عضو چطور میتونه فعالیتش رو ارتقا بده در هر عرصه‌ای که مشغول فعالیت یا میخواد فعال باشه. یا همین سوالی که امروز شما الان مطرح کردید، تأثیر حزب بر فعالیت‌های یک عضو تازه و برعکس تأثیر اون عضو تازه در بر حزب، در مکانیزم‌ها و فعالیت درون حزبی، اینها رو باید روشن توضیح داد و یکی از وظایف کمیته سازمانده و رفقایی که مرتبط میشن با اعضای تازه توضیح همین نکات هست. منتها ما داریم اینها رو بیش از گذشته مدون میکنیم، تبدیل میکنیم به یک جزوات
روشنی در هر عرصه ای که بتونیم عضو تازه بتونیم به سرعت با این مبانی که من گفتم از طریق این جزوات آشنا بشه و بعد از طریق بحث و تماس مستمر با اون فرد رابطش در حزب اگر سوالی داره، ابهامی داره مطرح کنه. اینها همه به نظر من در چارچوب ارتقای عضو میگوجه. ببینید عضویت در حزب کمونیست کارگری یک موقعیت به اصطلاح ثابت و غیر لایتغیری نیست که مثل یک مدال یا یک کارت عضویت ممکنه یک کلوب ورزشی به یک فردی بده. عضویت در حزب اینطور نیست. هیچ حزب سیاسی عضویت براش یک مقوله ایستا و ثابت نیست، به خصوص برای حزبی مثل ما، حزبی که حزب انقلابی کمونیستی که میخواد دنیا رو از بنیاد تغییر بده. عضویت در این حزب امری مدام متحول و رشدیابنده و در حال به اصطلاح پیشروی و ارتقا پیدا کردن. فردی که عضو حزب میشه در تا روزی که در حزب هست و داره مبارزه میکنه فضا داره، جا داره، امکان داره که عمیق‌تر دنیا رو بشناسه، مبارزش رو وسیع‌تر کنه، چشمانداز و افق رادیکالتر و انسانیتری پیدا کنه و نقش موثرتری در فعل و انفعالات حزبی و در مبارزه در جامعه پیدا کنه. این یک امری است که مدام در حال رشد، مدام در حال ارتقا و مدام در حال گسترشه و به هیچ وجه یک امر ایستایی نیست. بنابراین عضویت در حزب همونطور که گفتم تنها قدم اول هست برای وارد شدن به این سیر و روند و حزب ما با تمام توانش رو به کار میگیره برای اینکه اعضای جدید بتونن به سرعت این روند رو طی کنن، مبارزشون رو تعمیق ببخشن، متحدتر و متشکلتر کار کنن و همینطور آگاهی و شناختشون از دنیا رو عمیق‌تر کنن و وسیع‌تر کنن. این امریست که یک وظیفه همیشگی ما هست در قبال اعضا و کادرهای حزب. همین تقویم متشکرم که تو این برنامه شرکت کردید. امیدوارم باز هم شما رو تو برنامه دیگه داشته باشیم و سر این مسائل بیشتر بحث و گفتگو کنیم. من هم تشکر میکنم. متشکرم. بله، به نکات بسیاری پاسخ داده شد که شما خیلی وقتا تماس میگیرید و طرح میکنید و انتظار این هست که ما تو همه جا، تو سطح وسیع، تو کارخونجا، تو محلات، تو تمام شهرها، همه جا این صف رو سازمان بده، این نیرو رو داشته باشیم و این یعنی همین گفتمان هایی که شما میگید اینا حرف دل ماست و درد دل ماست، یعنی اینا رو توده کردن و اجتماعی تر کردن، یعنی حزب بردن به قلب جامعه، یعنی دخالت مؤثر و گذاشتن رو سرنوشت مبارزه سیاسی جامعه. و از این زاویه همون سوال اولی که شما مطرح میکنید چه باید بکنیم، به قول حمید تقوایی اولین چه باید کرد؟ عضویت تو این حزبه و ارتباط با این حزبه، حفظ ارتباط با این حزبه و به درجه که ارتباط شما نزدیکتر و تماسهای شما دائمتر باشه و بیشتر با هم دیگه هم نظری داشته باشیم، بیشتر ما رو در جریان اوضاع اونجا و مسائل اونجا بذاری، با تلویزیون همکاری کنیم، با همون درجه خب نقش کلیدیتر و مهمتری توی مبانی سیاسی حزب میذارید و به قول همین تقوایی خب این تو یک سطح ثابت نمیمونه و به همین درجه شما خودتون تأثیر میذارید روی رشد و پیشروی این حزب و حزب رو تقویت میکنید. در حال امیدوارم که سوالاتتون رو جواب داده باشیم. دو تا سوال دیگه بود دوستانی مطرح کردن، اینو سعی میکنم تو برنامه های دیگه بگیم. همینجا فراخوان من بازم اینه که با این حزب فعالیت کنید، تماس بگیرید، عضو این حزب باشید. یه تصمیم سیاسی بسیار مهمی است و اگر تا حالا فکر نکردید روی مسئله فکر کنید. با شماره تماس ما 2044 777 98 98 968 تماس بگیرید. خب طبعا ما خط رو خط وایبر، واتساپ، تلگرام رو خطوط هم هستیم. بعد از تماس اون وقت ما شماره تلفن میدیم برای اینکه تماسامون ارتقای بیشتری داشته باشه. وقت برنامه پایان گرفته. متشکرم که همراه ما بودید. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.